آیت الله خامنه ای در دیداری که با نمایندگان مجلس داشت به طور تلویحی به آنها گفت که لایحه مبارزه با پولشویی یا FATF را تصویب نکنند. ایران تا هفته آینده برای تصویب این قوانین وقت دارد تا به طور دائم از فهرست سیاه FATF خارج شود، وگرنه مبادلات بانکیش به شدت محدود خواهد شد. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. چند ماهی هست که لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی موسوم به FATF محل دعوای جدی در سیاست داخلی ایران بوده. ایران فعلا خارج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است و تا هفته آینده فرصت دارد قوانینی را تصویب کند و همچنان خارج از این فهرست سیاه بماند. بودن در فهرست سیاه باعث می شود بانک های بین المللی دلیل دیگری پیدا کنند تا مبادلات مالی با ایران را محدود کنند. صحبت های دیروز آیت الله خامنه ای که به نمایندگان مجلس گفت به جای این لایحه بروند و قوانین دیگری در این باره تصویب کنند، به نظر می رسد تیر خلاصی به تصویب این لایحه باشد، مگر آنکه این را قدمی دیگر در مسیر چانه زنی با غرب بر سر برجام بدانیم. در این برنامه درباره جوانب مختلف این لایحه صحبت می‌کنیم. 4 مهمان داریم: علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس ایران و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس ششم از بروکسل با ماست. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ایران از پراگ. و محمد جواد شعله سعدی، کارشناس تجارت بین الملل از پاریس. خوش آمد میگم به هر 4 مهمان این برنامه. اجازه بدید بحث رو این مقدار فنی آغاز بکنیم. آقای شعله سعدی، شما به ما بگید FATF اگه بخوایم ساده توضیح بدیم، همه فهم توضیح بدیم، معناش چی هست؟ ببینید، FATF یک سازمانی هست که در سال 1989 توسط گروه G7 تأسیس شد و هدف اصلیش حفاظت از نظام مالی بین المللی هستش و اینکه ببینه چه چیزهایی میتونه این نظام مالی رو دچار ریسک و خطر قرار بده و مقابله کنه با این شرایط. خب اگر که ایران عضو این سیستم بشه چه فوایدی برای ایران داره؟ اگر نشه چه مزراتی داره؟ ببینید، فقط قضیه عضو سیستم، عضو این سازمان بودن یا نبودن نیست. اول اینکه این سازمان هدفش فقط برای اعضا نیست. این سازمان واقعا رویکردش یک رویکرد کاملا گلوبال و جنرال هست نسبت به نظام مالی بین المللی و تلاشش این هست که قوانینی که برای مقابله با پولشویی یا مقابله با تامین مالی تروریسم و این گونه مسائل پیش میاد رو کمک کنه به کشورهای عضو و همچنین غیر عضو که قوانینشون رو همسان سازی کنن و قوانینی وضع بکنن که بتونن مقابله بکنن با این تهدیدهایی که در واقع تهدیدهای دیگه‌ای هستن ولی از نظام مالی بین المللی استفاده میکنن برای اینکه بتونن هزینه فعالیت‌هاشون رو انجام بدن یا اینکه پولشویی که در غرب میدونیم با توجه به سیستم مالیاتی که در غرب وجود داره مسئله بسیار مهمیه و بسیار کشورها روش حساس هستن. ولی در مورد ایران چطور؟ آیا ایران واقعا لازم داره که این قوانین رو به این شکل اجرا بکنه یا اینکه به خاطر اینکه سیستم مالی غرب بهش دیکته میکنه باید این قوانین رو بپذیره؟ به هر حال این گونه قوانین برای ایران هم نیاز هست و ایران باید قوانینی رو نسبت به پولشویی یا تامین مالی تروریسم و از این قبیل حتما داشته باشه، ولی به صرف این که ما بخوایم در نظر بگیریم که حتما این قوانین و این توصیه های FATF باید حتما نسبت به ایران دقیقا به همین شکل انجام بشه، بستگی به شرایط ایران داره. من فکر میکنم که این تصمیمی که الان ایران گرفته به نظر من تصمیم درستی هستش، به خاطر اینکه ما با شرایطی که برای برجام پیش اومده عملا خیلی امیدی نیست که بتونیم از نظام مالی بین المللی استفاده بکنیم و بهره مند بشیم. وقتی قرار نیست که ما بهره مند بشیم از این نظام مالی، من به شخصه دلیلی نمیبینم که محدودیت هایی که این نظام میتونه به ما دیکته بکنه رو خودمون بخوایم بپذیریم. من فکر میکنم محدودیت ها وقتی معنا پیدا میکنه
میکنه برای ما که ما بتونیم ازش استفاده هم بکنیم از اون نظام مالی بین‌المللی. آقای مزرعی نظر شما چیه؟ میدونیم که به هر حال در ایران یک مجموعه ای از قوانین مربوط به پولشویی سابقا تصویب شده. چرا اونها پاسخگو نیست و یک سری قوانین تازه لازم هست؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، من ابتدا اشاره کنم که این بحثی که الان داره میشه در واقع برمیگردد به یک بحث کلانتر و اون این که نظام تصمیم گیری در ایران نتوانسته به یک جمع‌بندی در ارتباط با جهان و نوع ارتباطی که میتواند با جهان و دیگر کشورها داشته باشد برسد و این مشکل برمیگردد به نوع نگاهی که جناح‌های سیاسی در داخل کشور به این موضوع دارند. یک جناح به هر حال نوع نگاهش نسبت به جهان و فضای جهانی بدبینانه است و کلن خیلی تمایلی به این که بتواند یک ارتباط قانونمند با جهان پیدا کنه نداره و در واقع تفسیرش از جهان این هست که یک نظام سلطه‌ای بر جهان حاکم هست و ما نباید زیر بار این نظام سلطه بریم و این باعث شده که ایران نسبت به پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی همیشه دچار مشکل باشه. خب آقای مزرعی ببینید، بذارید من می‌خواستم این بحث رو یه مقدار جلوتر در برنامه کنیم، ولی حالا که مطرحش کردین بذارید ازتون بپرسم، آیا فقط این یک نگاه جهان بینی هست یا اینکه به هر حال الان سیستم ایران به شکلی تعریف شده با حضور مثلا سپاه در عرصه‌های مختلف اقتصادی با اصلا شیوه‌ای که کشور اداره میشه که اگر بخواد یک همچین قوانینی رو بپذیره منتقدان میگن اصلا دیگه ادامه کار ممکن نیست. حتی کسانی هستن که میگن که اگر اینطوری باشه اصلا باید سپاه رو منحل بکنی. ببینید، من بایستی اون صحبتم رو تمام میکردم. من میخوام بگم که یک جنایی هست، به هر حال تفسیرش از جهان بر پایه همین نظام سلطه است و بنابراین هر نوع ارتباط گیری و پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی رو تا حدودی باش مخالفه یا در واقع اونجایی هم که میخواد ناچار بپذیرد با تحفظهایی نسبت به قضیه میخواد جلو بره، در حالی که خب یک جناح دیگه‌ای که عمدتاً اصلاح طلبان هستن، اونها معتقد هستن که ما بایستی ضمن هوشیاری نسبت به نظام موجود جهانی به هر حال برای اداره کشور ارتباط داشته باشیم و بتوانیم عضو این کنوانسیون ها بشیم. طبعاً عضویت در این کنوانسیون ها هم مزایایی داره و هم محدودیت هایی و ما بایستی تا اونجا که میتونیم خودمون رو به گونه ای تعریف کنیم در این کنوانسیون ها که بتوانیم بیشترین بهره و کمترین محدودیت رو داشته باشیم. این دو نوع نگاه در ایران در حال چالش هستن و به همین دلیل نظام تصمیم گیری نمیتونه به یک جمع‌بندی نهایی برسد و این باعث شده که ما مواجه با این مشکلات باشیم. من باز اگر بخوام مثال بزنم، مثلا ما در مجلس ششم مصوبه پیوستن کنوانسیون به رفع هر گونه تبعیض علیه زنان رو که یک کنوانسیون بین‌المللی مورد تایید سازمان ملل متحد هست تصویب کردیم، بله. اما در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد با همین نگاه. الان بحثی هم که راجع به همین لایحه الحاق به این کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وجود داره دقیقا به این نگاه برمیگرده. در مورد اون سوالی که شما کردید، طبعا تا نظام تصمیم گیری کشور به یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه نرسد طبعا خیلی نمیشه روشن پاسخ داد که مثلا سپاه پاسداران یا بقیه نهادها و ارگانها چه مواجهه‌ای با این قضیه خواهند داشت. خانم امیرشاهی، با توجه به این دعواهایی که الان میبینیم و ماهاست که ادامه داره، همین امروز کیهان باز یک مقاله مفصل راجع به این نوشته و اشارش به همین موضوعی هست که من گفتم پیشتر به آقای مزرعی، میگن که اگر قرار باشه که ما بیایم همه چی رو شفاف جلوی غرب پهن بکنیم، بعد چطوری باید کارهامون رو پیش ببریم؟ مثلا اگر که غرب باز ما رو تحریم کرد، چجوری قرار هست که اینها رو دور بزنیم؟ آیا به نظر شما بخشی از این صحبت ها منطقی به نظر میرسه؟ اون چه که جمهوری اسلامی نگرانش هست، یک نگرانی منطقی به نظر شما میاد؟
ببینیم بحث خیلی کلانتر از این موضوع، فقط موضوع این که ایران در معرض تحریم قرار بگیره و بتونه اینها رو دور بزنه، یا مباحثی مثل اینکه اطلاعات بانکی و امنیتی ایران در اختیار به گفته مخالفان نهادهای استعماری قرار میگیره و این مسائل هستش. بحث بر سر این هستش که به هر حال ایران در حال حاضر در یک موقعیت قرار داره که یک فساد سیستماتیک که در ایران وجود داره به گفته خود مقامات رسمی و نهادهای رسمی ایران، یک عدم شفافیت عمده‌ای در این حوزه وجود داره و به نظر میاد که همونطور که آقای عراقچی هم در صحن علنی مجلس به صراحت گفت، اعلام کرد که مبارزه با پولشویی به دلیل این حفره‌هایی که در سیستم بانکی ایران وجود داره تنها از طریق داخلی ممکن نیست و نیاز به کمک‌های بین‌المللی داره. از اون طرف موافقان این در واقع پیوستن به این کنوانسیون‌ها معتقدند که اعلام میکنن، ادعا میکنن که اگر ایران به این کنوانسیون ها و این لوایح چهارگانه که دولت ارائه کرد اونها رو تصویب کنه، به نتیجه برسه، به این پیمان نامه ها بپیونده، در نتیجه به راحتی میتونه داد و ستد انجام بده، میتونه با اروپا وارد ارتباط بشه و وقت اصلا نیازی نداره به این که بخواد تحریم ها رو دور بزنه. کما این که در همون دوره‌ای که در دولت آقای احمدی نژاد در واقع بیشتر در شاخه برون مرزی سپاه، یعنی سپاه قدس، از طریق واسطه های امنیتی تحریم ها رو دور میزد، در همون زمان هم بسیار ری از حجم عظیمی از پول ها بود که این وسط گم میشد. ماجرای بابک زنجانی از دل همین قضیه بیرون اومد و افراد دیگه و پول های دیگه که اصلا مشخص است به کجا رسیده، سرانجامش چیه. و به نظر میاد که این مباحثی که مطرح میشه، مثل اینکه دست ایران در دور زدن تحریم ها بسته میشه یا اطلاعات ما در اختیار خارجی ها قرار میگیره، اینها موارد ثانویه هستش و موارد مهمتری وجود داره که برمیگرده به اون فساد اقتصادی سیستماتیکی که در ایران وجود داره. من میخواستم آقای حسینی فرد وارد بحث کنم، ولی قبل از اینکه برم سراغ بحث های بین المللیش، میخوام از آقای شعله سعدی پاسخی بشنوم به صحبت هایی که خانم امیرشاهی مطرح کردن. شما گفتید که برای ایران نمیصرفه، فکر میکنید با این توجه به این چیزهایی که خانم امیرشاهی گفتند باید چه کرد؟ ببینید، من کاملا موافقم با صحبت خانم امیرشاهی. نسبت به شرایط موجود من فقط این رو میسنجم. اگه به حالت کلی بخوایم نگاه بکنیم، این مجموعه قوانین بسیار موثر هستند که در واقع جلوی این حفره هایی که در نظام بانکی ایران وجود داره و در واقع باعث میشه این فساد گسترده ایجاد بشه گرفته بشه. این کاملا درست هستش، منتها واقعیتی که وجود داره شرایطی که امروز بر سر برجام پیش اومده و قدرت چانه‌زنی ایران در آینده هم مطرح خواهد بود. واقعیت این هست که ما در واقع تصویب این لوایح جزئی از مذاکرات برجام بود و در واقع ما باید همزمان با برجام و ورود به نظام بانکی بین المللی این لوایح رو تصویب می‌کردیم و ایران در واقع شفافیت لازم رو ایجاد می‌کرد. من اصلا مخالف این شفافیت نیستم، ولی با شرایطی که پیش اومده دیر یا زود مذاکرات جدیدی ایجاد خواهد شد برای اینکه ما دوباره بتونیم صحبت بکنیم و دوباره بتونیم مذاکره کنیم سر یک توافق دیگه‌ای. معلوم نیست که این اتفاق میفته، ولی اگر ایران تمام در واقع خواستهایی که در برجام برش تحمیل شده بود این رو از اول بپذیره، الانی که در واقع منافع برجام دیگه خیلی مشخص نیست ایران بتونه ازش بهره ببره، در مذاکرات آتی دیگه چیزی نمیمونه که ایران بخواد بر سرش مذاکره بکنه یا اینکه بخواد بده بستونی انجام بده. آقای حسینی فرد، بحث این مذاکراتی که گفته میشه ایران دیر یا زود باید باز آغاز بکنه، همین الان به هر حال سر برجام با کشورهای اروپایی درگیر یک سری مذاکرات هست. آقای صالحی چند روز پیش گفته که اونچه که اروپایی ها به ما دادن کافی نبوده. به نظر میرسه که این بخشی از صحبت های آقای خامنه ای هم به نوعی به همین قضیه اشاره داره. فکر میکنید که چقدر الان ایران در موقعیتی هست که بتونه این چانه زنی رو به این شکل پیش ببره؟ با توجه به موقعیت منطقه ایش میپرسم.
در موقعیت مناسبی نیست در نظر بگیریم که ایران فکر میکرد که با برجام میتونه به نوعی مشکلاتش رو صحنه بین المللی حل بکنه و دوباره به روال عادی کشورداری بکنن، اقتصاد سر سامان بدن. ولی از همون اول هم میشه تصور کرد که اصولا مسئله برجام نیست، گرچه مسئله پرونده اتمی یک نقطه عطف در مثلا بحران ایران با غرب بود، ولی پرونده سابقه 40 ساله داره، یعنی برمیگرده به نوع رویکرد ایران تو منطقه و هسته اصلیش هم نوع نگاهیه که به اسرائیل داره. همین الانش ما در همین کارنامه آقای ترامپ نگاه بکنیم، 3 تا تصمیم اساسی گرفته که عمدتاً در رابطه با منافع اسرائیله، هم مثلا انتقال پایتخت به بیت المقدس، هم خروج از برجام و هم تصمیم اخیرش در خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشون میده که چقدر به قولن مسئله منافع و امنیت اسرائیل برای آمریکا مهمه و ایران مادام که بخواد این مسئله اصلی رو دور بزنه و صرفا فکر کنه از طریق مثلا اروپایی ها توافقاتی مثل برجام یا حتی پیوستن به این کنوانسیون مربوط به مبارزه با تروریسم و پوشش این حرفا مسائلش حل میشه، باز راه به جایی نمیبره. این نگرانی اصولگراها در درون قسمان درسته، ولی نمیخوان قبول بکنن که به نوع این سیاست منطقی ایرانه که باید دچار تغییر بشه، چیزی که ما الان توی اظهارات آیت الله خامنه‌ای و سایر مقامات حکومتی نمیبینیم که یک همچین چرخشی رو شاهد باشیم. فکر میکنید چرا باید سیاست منطقه ایران دچار تغییر بشه؟ کسانی که منتقد صحبت‌های این چنینی هستن میگن که با همین سیاست منطقه‌ای، با همین حمایت از گروهی مثل حزب الله که دیگه مشخص هست همه این رو میدونن، بعضی دیگر از گروه‌ها در عراق و در یمن، ایران تونسته یک جایگاه ویژه برای خودش در منطقه پیدا بکنه که بتونه بازیگر اصلی بشه و بتونه در این مذاکرات حتی امتیاز بگیره. چرا شما فکر می‌کنید که باید نگاهش رو عوض بکنه الان؟ خب در ضمن بگیم این نفوذ و حضور ایران در منطقه عمدتاً یک نفوذ سخت افزاریه، یعنی امنیتی و سیاسیه، لزوماً نرم افزاری نیست. یعنی همین سهمی و هزینه بزرگی که ایران در سوریه کرده و به نوعی متحد خودش رو تثبیت کرده، امروز اگر معادلات طرفی بره که روسیه خب به عنوان عامل اصلی در این سازماندهی به معادلات درون سوریه با کشورهای دیگه به توافق برسن که بخوان حضور و نفوذ ایران رو کم بکنن، یعنی ایران باخته اونجا. در مورد عراق ما نمیدونیم که نتیجه انتخابات اخیر به کدوم طرف بره، چه دولتی شکل بگیره و چقدر به ضرر حضور و نفوذ ایران در عراق باشه. در مورد یمن میبینیم که خب هم لازم نظامی مقدار ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی داره پیشروی میکنه و هم خود ایران میبینه که عملا چیزی به دستش نمیرسه، حاضر شده از طریق اروپا یا بره پای گفتگو. یعنی این حضور و نفوذ چیزی نیست که بشه به عنوان یک عامل پایدار با ثبات در نرم افزاری روش حساب کرد. و همونطور که می‌بینیم همین وضعیت که الان به لحاظ مالی برای ایران ایجاد شده، طبیعیه که ارتباط مالیش با حماس، حزب الله و همه اینها هم دچار اختلال بکنه. از این جهتش نمیشه به عنوان یک برگ برنده این نوع حضور و نفوذ رو در منطقه تعریف کرد. آقای مزروی، شما تخصصتون مسئله محاسبات هست، در مجلس ششم در این زمینه به طور ویژه کار کردید. ممکنه به ما بگید که اصلا این سابقه قوانین پولشویی در ایران به چه شکل هست؟ چرا این قوانین جوری نیست که بتونه سوالهای بین المللی رو در این زمینه پاسخ بده؟ من ابتدا توضیح بدم که ما در ایران خب قانون مبارزه با پولشویی رو داریم که در سال 86 تصویب شده و همینطور قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال 94 تصویب شده و اتفاقا هر دوی این قانون ها که توصیه به تصویب شد از سوی رهبری، اینها توسط مجلس هایی تصویب شده که اصولگرا بودند. بنابراین به لحاظ قانون داخلی ما مشکلی نداریم، ولی این در واقع لایحه الحاق به کنوانسیون به این دلیل بایسته انجام بشه که خودش رو با استانداردهای بین المللی که مربوط به داده ستدهای بین المللی هست تطبیق بده. طبعا قوانین داخلی خیلی کفایت از این ارتباطات بین المللی نمی کنه و به همین دلیل برای اینکه این ارتباطات بین المللی شفاف و قانونمند باشه، اصلا این در واقع گروه اقدام مالی به وجود اومده و این کنوانسیون در واقع تصویب شده و خب بیشتر کشورها به این کنوانسیون پیوستن برای اینکه بتونن داد و ستد جهانی رو به صورت شفاف و قانونمند انجام بدن. بنابراین
اون قوانین داخلی کفایت از موضوع نمیکنه، ضمن اینکه خب اینکه چقدر این قوانین داخلی ما به اجرا در اومده خودش محل بحث هست و همونطوری که دوستان توضیح دادن این فساد سازمان یافته‌ای که الانه در ایران وجود دارد و جابجایی منابعی که واقعا میتونه حتی بازارها رو، بازار ارز، بازار سکه، بازار سرمایه، بازار بورس، اینها رو تکون بده و همه رو به گونه ای مواجهه با وضعیت نابسامان میکنه، ناشی از عدم اجرای دقیق همین قوانین داخلی است که طبعا در انطباق با استانداردهای بین المللی هم شاید نقصان داشته باشه. پس فکر میکنید چرا آقای خامنه‌ای به نمایندگان مجلس توصیه میکنه که برید قوانین تازه خودتون تصویب بکنید؟ اینا اگر که باید یک مجموعه قوانین روشن در باره پیوستن به این کنوانسیون رو تصویب بکنن، این توصیه که آقای خامنه‌ای بهشون میکنه فقط در واقع بازی با کلماته، درسته؟ من فکر میکنم که شاید ایشون اطلاع نداشته که این قوانین تصویب شده، برای اینکه این قوانین الان تصویب شده و مشکلی اگه وجود دارد اینه که این قوانین درست اجرا نمیشه. حتما اطلاع هم دارید که این آیین نامه های اجرایی این دوتا قانون هم تصویب شده، ابلاغ شده و من نمیدونم به چه دلیل نظام بانکی و مالی ما قادر به اجرای دقیق این دو قانون نیست و این وضعیت عدم شفافیت و فساد سازمان یافته‌ای که الان ما باش مواجه هستیم در اقتصاد ایران ناشی از عدم اجرای همین دو قانون هست که گفتم در انطباق با استانداردهای بین‌المللی هم به هر حال نقصان داره. آقای حسینی فر، یه بحث دیگه هم همیشه مطرح هست در یه همچین موقعیت های این که صحبت هایی که مطرح میشه مخاطبش کی هست. خیلی وقتا ممکنه که مخاطب این صحبت ها اصلا نمایندگان مجلس نباشن، اون مذاکره کننده های طرف خارجی باشن که داره آقای خامنه ای باهاشون چونه میزنه، به نوعی داره میگه اگر که با من رانیایید من هم اجازه نمیدم این قوانین که شما میخواهید تصویب بشه. فکر کنید چقدر این ممکن هست؟ طبیعیه، در نظر بگیم که خب اینکه اصولا مجلس دو ماه به عقبش انداخت حداقل در ظاهر، علتش این عنوان شد که ما باید ببینیم این قول قراره اروپایی ها به کجا می انجامه و چقدر حاضرن در برابر این خروج آمریکا از برجام استادگی بکنن، به ما تضمین هایی بدن از جمله در مورد فروش نفتمون و ارتباطات بانکی بین المللیمون. ولی خب واقعیتش اینه که در عرصه اروپا سیاست تصمیم نمیگیره، سیاست آقای مکرون، خانم مرکل یا برخی از وزراش ممکنه حرفایی بزنن در دفاع از برجامی که ما میستیم، منتها میبینیم در عرصه اقتصادی و با توجه به اینکه آزادی اقتصادی در این کشورها وجود داره، شرکت ها راه خودشون رو میرن. اکثر شرکت های بزرگ به اصطلاح اروپایی اومدن بیرون و این تضمینایی که آیت الله خامنه‌ای و مجلس میخوان که اروپا بده احتمالاً بهشون نخواهند داد. همین صرف این چند روز اخیر در خود آلمان اون شورای نظارت بر بانک ها باز بخشنامه داده که به خصوص در معاملاتی با ایران باید پیگیری بکنید که پول از کجا میاد، منشأ پول از کجاست، همین چیزایی که به اصطلاح اون کنوانسیون مربوط به تروریسم این حرفا از ایران طلب میکنن. اینه که برای از این کنوانسیون، پیوستن این کنوانسیون به عنوان اهرمی برای چونه زنی استفاده بشه و این میاد که به نتیجه برسه. ضمن اینکه اون صحبتی هم که آقای مزروعی میکنن راجع به وجود قوانین، واقعیتش اینه که قوانین در ایران وجود داره، ولی همونطوری هم که باز اشاره میکنن اینها خود FTAF عملا باشون مشکل داره، یعنی میگه که با استانداردهای ما تطبیق نداره و بخاطر همین هم میبینیم که فساد 300 هزار میلیارد تومانی سال 1390 شکل میگیره. وزیر کشور اعلام میکنه که من متاسفانه پولهای کثیف در انتخابات مجلس ما خیلی نقش دارن و خب مثلا بابک زنجانی این صحبت ها که ما میبینیم، یعنی این قوانین هم آنچنان قوانین محکمی نیستن و همونطور که برخی از دوستان اشاره کردن جز اینکه ایران با سیستم بین المللی و مکانیزمای اون یه مقدار بیاد و از طریق اهرمای فشار این سیستم به مقدار خودش اصلاح بکنه شاید راهی نباشه. میخوام همین شای پیش از اینکه آقای خامنه ای با نمایندگان مجلس روز چهارشنبه دیدار داشته باشن، مجلس خود به خود خودش تصمیم گرفته بود که دو ماه این لایحه رو بررسیش رو به تعویق بندازه به دلایلی که مطرح کردن. یکیش این هست که بذارید ببینیم با اروپایی ها به کجا میرسیم. واقعا فکر میکنید با توجه به موازنه قدرت الان، با توجه به صحبت های آقای خامنه ای، سرنوشت این لایحه به کدوم سمت میره؟ آیا فکر میکنید مجلس با توجه به انتقاداتی که پیش از این هم داشته اصلا در جایگاهی هست که دوباره بیاد و این رو تصویب بکنه، یا اینکه کلا این لایحه باید بگیم که تموم شده؟
خب اولا که این رو توضیح بدم که موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در مورد این لوایح چهارگانه قابل توجه بوده. یک ماه پیش وقتی که پای این لوایح به مجلس باز شده بود و بحث در مورد این لایحه ها در مجلس می شد، به نقل از آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام شد که رهبر جمهوری اسلامی موافق پیوستن هستند با این معاهده ها. اما یک روز بعدتر، یعنی در 31 اردیبهشت، بیانیه داد دفتر آقای شمخانی و اعلام کرد که، و آقای لاریجانی هم روز بعدترش رئیس مجلس این رو تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده نظری نداره و تصمیم گیری رو به دولت و مجلس واگذار کرده. کمتر از یک ماه بعد رهبر جمهوری اسلامی آمد همین روز گذشته و تلویحاً، هرچند که لحن دستوری نداشت، ولی از نمایندگان مجلس خواست که اینها رو خودشون به شکل قانون تصویب بکنن و تن به این کنوانسیون ها ندن. همین در واقع موضع‌گیری آیت الله خامنه ای نشون میده که هرچند که ایشون در ماه رمضان گذشته گفته بود که حتی در مورد نهادهای زیر نظر خودش مثل قوه قضاییه هم در مورد عملکردشون دخالت نمیکنه، اما واقعیت اینه که خب در مورد تمام مسائل نظر میده و به نوعی هرچند غیر رسمی حکم حکومتی میده. در این مورد هم لحن آیت الله خامنه ای قابل توجه هستش که مستقیم دستور نداده اما خواسته که این اقدام صورت بگیره. در واقع یک راه فراری برای خودش ایجاد کرده که اگر در آینده به هر حال مجبور شد که ایران تن بده به یک چنین کنوانسیون هایی، آقای خامنه ای مثل اونچه که در برجام پیش اومد مسئولیت رو به عهده نگیره. از طرف دیگه اونچه که امروز از نمایندگان مجلس نقل شده، به نظر میاد طرحی که رهبر جمهوری اسلامی داره این هستش که ایران مجلس نمایندگانش بیان مواد این کنوانسیون به خصوص FATF رو استخراج بکنن، اون رو هماهنگ بکنن با ایدئولوژی های جمهوری اسلامی، با قوانین ایران، یعنی و... همون شرط تحفظ؟ نه، خیلی فراتر از شرط تحفظ، یعنی بیان مجلس طرحی بده خودش این کنوانسیون ها رو، موادش رو بیاد، در واقع هر کدوم از مواد رو بیاد با ایدئولوژی جمهوری اسلامی تطبیق بده و یک طرح قانون جدیدی رو ارائه بده مطابق سیاست های خودش، اون وقت این رو ارائه بده به جامعه جهانی. با توجه به جایگاهی که ایران در حال حاضر داره، با توجه به شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی که داره، به هر حال به نظر نمیاد که ایران دست بالا رو داشته باشه و بتونه موفق بشه دستگاه سیاست خارجی که این نهادهای بین المللی، کشورهای بین المللی رو قانع بکنه که بپذیرن، یعنی روند رو معکوس کردن و مشخص نیست که واقعا به نتیجه برسه یک چنین سیاستی. آقای شعله‌زاده، بحثی که معمولا در ایران خیلی روش تاکید میشه، بحث استاندارد دوگانه در مواجهه با کشورهای دیگه در مقابل ایرانه. مثلا الان به خصوص در این مورد، در مورد اسرائیل و عربستان مثال میارن. شما ممکنه یه تصویری به ما بدید در اطراف ایران در مورد FATF اوضاع چگونه هست؟ چه کشورهای عضوند؟ چه کشورهایی این معاهده رو پذیرفتن؟ چه کشورهایی نیستن؟ ببینید، 35 کشور الان عضو FATF هستند و عمدتاً کشورهای غربی هستند، به خاطر اینکه اساساً این سازمان تأسیس شد برای مقابله با پولشویی که مفهوم اصلیش بیشتر در غرب قابل رویت هستش. ولی مثلا در اطراف ایران سازمان همکاری خلیج فارس هم به این سازمان پیوسته و در واقع قالب این سازمان همکاری خلیج فارس این کشورهای عربی اطراف ایران هستند که در واقع به نوعی عضو این سازمان شدن و ترکیه هم همینطور. مسئله نکته کلیدی که توی این سازمان وجود داره این هست که یکی این که قوانین مربوط به این پولشویی و در واقع تامین مالی تروریسم باید در اشل بین المللی همگون باشه که بشه در واقع معیار یکسانی بین این کشورها باشه که بتونن در واقع این رو بررسی بکنن و مقابله باش بکنن. و نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که
این قوانینی که در واقع برای مقابله با اینجور جرایم در واقع ایجاد میشه اونها هم بتونن همگون باشن. و تفاوت اصلی که در واقع بودن یا نبودن تو این کنوانسیون هستش و وجود داره اینه که نکته شفافیت هستش. مسئله فقط قوانین برای مقابله با اینجور جرایم نیست، شفافیت نکته کلیدی و اصلی هستش که این کنوانسیون در واقع میاره. و این شفافیت فقط بُعد داخلی نداره، مخصوصا بُعد بین المللی داره. یعنی در واقع این عضو این کنوانسیون شدن اجازه میده به بقیه کشورها نگاه بکنن به نظام مالی اون کشوری که در واقع عضو هست و این قوانین رو تصویب کرده، و این شفافیت یک شفافیت بین المللی ایجاد میکنه. خب این کشوری که شما ازش نام بردید، مثلا عربستان چنین موقعیتی داره؟ الان سیستم مالی عربستان تا این حد شفاف هست؟ حالا بگذاریم از این که مسئله بانک های ایران و اینکه اصلا سیستم بانکی ایران به نوعی قطع هست، با سیستم جهانی ارتباطات خیلی مستقیم نداره، خودش یک مسئله دیگره. ببینید، انتقاد اصلی و واقعی که به فتیه وارد هست همینه. و یکی اینکه معیارهای دوگانه‌ای که نسبت به کشورهای متفاوت در واقع اعمال میکنه و همچنین نسبت به کیس خود ایران، ما میدونیم در این در واقع لیست سیاهی که FATF منتشر کرده دو کشور وجود دارن که کره شمالی و ایران هستن. ایران رو به این لیست اضافه کردن و بعد از اینکه اضافه شد به این لیست، حضور ایران رو در این لیست به نوعی تعلیق کردن، یعنی حتی در واقع پس از برجام ایران رو از این لیست خارج نکردن. و انتقادی که وارد هست اینه که FATF شده ابزاری برای اعمال تحریم‌های غیر مستقیم. و در واقع یه بحثی مطرح شد بعد از اینکه برجام در واقع تصویب شد، اون قوانین تحریمی که شامل ایران میشد اونها به نوعی ملغا شدن، ولی از طریق FATF همچنان فشار مالی و فشار در واقع سیستم مالی بین المللی روی ایران موند و برجام نتونست در واقع این گشایش رو ایجاد بکنه. و حضور ایران به صرفش در اون لیست باعث میشد که تمام در واقع ارگانیسم های بین المللی مالی، بانک ها، مؤسسات اعتباری و اینها هیچ رغبتی نداشته باشند وارد معامله نه با ایرانی ها و نه با ایران بشن، به خاطر اینکه حضور ایران در این لیست در واقع به محض اینکه مبادلاتی میخواستن با ایران ایجاد بکنن براشون مسئله ساز میشد. با اینکه این حضور در واقع معلق شده بود، ولی یک سیستم و یک شکل نامشخصی رو ایجاد کرد که در واقع فشار مالی روی ایران همچنان باقی موند بعد از برجام. آقای مزرو، این بحث بسیار مهمی هست که منتقدان داخلی پیوستن به FATF هم مطرح میکنن، میگن برجام هیچ گلی به سر نظام به جمهوری اسلامی نزده، به موقعیت مالی کشور کمکی نکرده، برای چی باید بره خودش رو بندازه توی یه موقعیت دیگه‌ای که باز دست و بالش رو میبنده؟ ولی اصلاح طلبان میگن که نه، این راه به پیش هست، همون بحثی که شما کردین، دوگانه دوباره اینجا هم مطرح میشه. فکر میکنید که آیا حرفی که گروه مقابل میزنه قابل شنیدن نیست؟ فکر نمیکنید که یه مقدار اینجا اصلاح طلب ها دارن خوشبینی ذاتی به خرج میدن؟ ببینید، من قبلا توضیح دادم که تا وقتی این نگاه دوگانه به ارتباطات بین المللی در ایران وجود داره و با هم چالش میکنند، خب به یه جمع‌بندی واحد نمیرسن. اگر بخوایم یه منصفانه قضیه رو نگاه کنیم، نه، نگاه بدبینانه به دنیا مثل نگاهی که اصولگرایان دارن به نظر من راهگشای کشور خواهد بود، و نه نگاه خوشبینانه ای که در واقع این که فکر کنیم که نظام دنیا یک نظام عادلانه است و در واقع ما میتونیم که این نظام عادلانه عمل کنیم. دنیا یک واقعیتی هست که خب به خصوص این کنفدراسیون های بین المللی و سازمان های بین المللی، اینها برای تنظیم روابط کشورها ایجاد شده. طبعا کشورهایی که قدرت بیشتری دارند در این سازمان ها و کنفدراسیون ها نفوذ و قدرت بیشتری دارند، و در این حال ما نیاز به ارتباطات با جهان داریم، به خصوص در رابطه با اقتصاد. ببینید، ایران به هر حال یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت داره، باید نفتش رو بفروشه و پولش رو بگیره. خب این نیاز
اقتصاد ایران در واقع بایستی بر پایه یک ارتباطات مالی و بانکی درست جریان پیدا کند، وگرنه با وضعیت اقتصادی موجود کشور ما هیچ انطباقی نخواهد داشت. بنابراین این ما هستیم که بایستی با یک تحلیل درست از شرایط جهانی و محاسبه هزینه فایده گام برداریم، و من فکر میکنم که نظام تصمیم گیری ما بایستی با توجه به مجموعه شرایط به این جمع‌بندی برسد که این نظام ارتباطی رو بایستی تعریف کنه. من فکر میکنم که الان ما با توجه به مجموعه شرایطی که کشور باش مواجهه به این نقطه از تصمیم گیری رسیدیم که بتوانیم نوع ارتباط خودمون رو با دنیا به گونه‌ای تنظیم کنیم که بیشترین منافع رو برای کشور داشته باشد و به خصوص مسیر توسعه کشور رو هموار کنه. ولی اگر بخواهد فقط در سایه این نگاه‌های بدبینانه و اینکه ما هیچ گونه نمیتوانیم با نظام سلطه ارتباط برقرار کنیم در کشور حاکم بشید، به نظر من علاوه بر تحریم‌هایی که به طور زورمندانه توسط دولت فعلی امریکا داره بر کشور تحمیل میشه، ما دوچار خود تحریمی هم خواهیم شد و طبعا وضعیت اقتصاد ایران بدتر از گذشته خواهد شد. این مسئله تأمین مالی تروریسم از نقطه‌های خیلی حساس این قضیه است، با توجه به تعریف متفاوتی که معمولا جمهوری اسلامی داره از گروه‌هایی که اسمشون رو غربی‌ها گروه تروریستی می‌ذارن. آقای حسینی فر، به نظر شما آیا اصلا جمهوری اسلامی هرگز در با توجه به اون تعریفی که از خودش داره، هرگز در موقعیتی قرار می‌گیره که بخواد از کمک مالی به این گروه‌هایی مثل حماس، حزب الله، گروه‌هایی که بدون تعارف سال‌هاست، چند دهه است داره ازشون حمایت می‌کنه، کوتاه بیاد؟ خب در عرصه سیاست هیچ قطعیتی رو نمیشه پیش‌بینی کرد، ولی به هر صورت این فشاره که داره میاد به جمهوری اسلامی، باید همونطور که دوستانم اشاره کردن، الان این تصمیم اقتصادی یا مکانیزم مربوط به فساد و فسادزدایی و پیوستن به این کنوانسیون ها اصل نیست. جمهوری اسلامی یه تصمیم سیاسی کلان بگیره که میخواد اصولا رابطش با جهان چجوری تنظیم بکنه، تو منطقه چجوری میخواد عمل بکنه. بعد که به یک همچین تصمیم گیری برسه، حتما باید در معادلات و نوع روابطش با منطقه و اطراف هم اصولا تغییر بده. در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی تا همین ظرف تحریم های از 2008 به این بر، خصوص از 2012 به این بر، هم تا حدودی همچنان میتونست یک قدرت عملی داشته باشه خارج از اون معاملات جهانی و چیزای بانکی جهانی با پول نقد این بر اون بر کار بکنه. از یاد نبریم که این پول نقد هم برای آقای کرزای توی افغانستان به صورت گونی گونی هم شده، هم مثلا این پرونده آقای بقایی که فرض کنید با سردار سلیمانی درگیر شدن که بالاخره این پولی که آقای سردار سلیمانی به آقای بقایی داده به طور نقد که برای کشور آفریقایی، این چی شده، و هم به نوعی برای حزب الله و حماس و کل سوریه و اینا رفته. منتها از سال 2011، یعنی واقعیتش اینه که شاید قبلترش تا سپتامبر 2001 که اون جریان تروریستی آمریکا پیش نیامده بود، برای آمریکا بی‌تفاوت بود که هر دلارش کجا میره، کجا میاد، کی اصولا در فکر به دست آوردن دلار یا نیست. از 2001 که مثلا رفتن مکانیزم‌ها رو سخت سخت بکنن، و بخصوص از 2009 تا 2012 که تدابیر و مکانیزم‌های بسیار سختی دارن اعمال می‌کنن، تقریبا آمریکایی‌ها میتونن دنبال بکنن که هر دلاری در عرصه اقتصاد جهانی یا معاملات به کجا میره، کجا میاد. اینه که ایران فکر کنه نه مثلا با این وضعیتی که الان هستش همچنان میتونه مثلا تحریم‌ها رو دور بزنه، نه پیونده به این کنوانسیون‌ها و اون تصمیم اساسی رو نگیره، به نظر من روز به روز سخت‌تر میشه شرایط براش، به خصوص که بخواد فروش نفت هم انجام بده. با توجه به سلطه دلار در اقتصاد جهانی، اون موقع نمیتونه نفتش هم بفروشه، خب نمیتونه مثلا معاملات رو جهان داشته باشه. وقتی میگیم جهانی، حالا خیلی ها هستن در ایران میگن آقا جهان فقط غرب نیست، بارها این مطرح شده. الان مثلا چین گفته که ما به مبادلاتمون با ایران در سطح قبلی ادامه میدیم. واقعا چقدر ایران میتونه بدون نگاه به غرب کاراش رو پیش ببره؟ اون که ایران الان در صدده که اصولا اروپایی‌ها رو نگه داره و اروپایی‌ها رو برونه به اون سو که تا حدودی پای برجام بمونن و مسائل اقتصادیش دوچار اساس سکته های بیشتر نشه، همین وضعیته. وگرنه خب خود مثلا مقامات ایران هم میدونن که اصولا حمایت سیاسی روسیه که آنچنان اقتصادی نمیتونه مثلا عرصه اقتصاد بکشه و کاری برای اقتصاد ایران بکنه که یک طرف.
چینی ها هم با توجه به معاملات بسیار بزرگتری که با غرب دارن، با آمریکا دارن، اونجایی که پاش بیفته نخواهند ایستاد، یعنی اونها معامله نخواهد کرد. همین الان هم راجع به حساب باز کردن برای ایرانی ها در چین مشکلاتی رو به وجود آوردن. اینی که فکر کنیم که مثلا چین و کشورهای دیگه یا این نگاه به شرق که در ایران در تهران تبدیل میشه میتونه جوابگو باشه و به نوع ایران رو از معاملات با غرب رها بکنه، این یه مقدار توهم و تصور خامی است. در نظر بگیریم که بعضی موقع تو ایران مطرح میشه که ما میخوایم بریم به طرف اینکه یورو رو بکنیم ارز مبادلاتی خودمون. اصولا اروپایی‌ها یک همچین ایده‌ای ندارن، به علاوه یک همچین کاری هم پرهزینه است، هم به اصطلاح پیچیده است و هم تقریبا غیر ممکنه با ارزهای کشورهای روسیه و چین هم نمیشه همچین کاری بکنیم. یعنی با توجه به سلطه دلار در عرصه بین المللی، کشورهای چین و روسیه هم اونجایی که نوع روابط که با غرب دارن کشورها هست، اونجایی که مثلا نیازی بیفته نهایتا مجبورن که ایران رو به نوع بذارن کنار و به ادامه روابطشون به جهان ادامه بدن. خانم همشایی، مخالفان در واقع عدم تصویب این ماجرا، در واقع موافقان خود کنوانسیون، طرف مقابل رو متهم میکنند به اینکه اینها علاقمند به شفافیت نیستند، برای اینکه مسائل مالی پشت پرده خودشون رو میشه. به طور تلویحی مسئلهشون سپاه هست و شرکت های متعددی که سپاه داره. چه کسی واقعا متضرر اصلی هست از ماجرای تصویب این کنوانسیون در ایران؟ رضا بدن قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم به این نکته هم اشاره کنم که به هر حال در نظر داشته باشین یک بخشی از این اعتراض هایی که میشه، از این موافقت و مخالفت هایی که میشه، سیاسی هستش. پیوستم به بعضی از این کنوانسیون ها از سال 88 در دستور کار دولت وقت و شورای عالی امنیت ملی بوده. حتی آقای حسینی وزیر اقتصاد وقت در دولت آقای احمدی نژاد همون زمان اعلام کرد که ایران حاضره که به FATF بپیونده. اون زمان که این مذاکرات انجام می شده صدایی نمی شنویم از این که گروهی بیاد اعتراض بکنه، مخالفت بکنه، اون رو یک نوع مثلا کاپیتولاسیون بانک. شاید واقعا نمی دونستن چه نتایجی داره، چون اگه یادتون باشه مسئله اصلی شروع این بحث و دعوا از زمانی شد که دو بانک داخلی از دادن خدمات به خاتم الانبیا در واقع سرباز زدن. اون موقع بود که یک دفعه به نظر اومد که نگرانی عمده شده. خب دقیقاً همینطوره. تا پیش از اون در واقع دست دولت و گروه‌های مخالف که بیشتر نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک به رأس هرم قدرت هستند، دستشون در یک کاسه بود، با هم هم فکر بودن، با هم همپیمان و هم منافع بودن. اما از همون زمانی که این موضوع مطرح شد که فکر می‌کنم سال گذشته بود که دو بانک ملت و سپه سر باز زد از دادن خدمات بانکی به خاتم الانبیا، یا اینجا بود که مشخص شد که یک بخشی از این تلاش ها در برمیگرده به اینکه بعد از این گروهی از مافیاهای اقتصادی در ایران برای فعالیت دچار مشکل خواهند شد. گروه های مثل سپاه که همونطور که اشاره کردین دارای شرکت های بسیار بزرگ در حوزه های مختلف تجاری اقتصادی در ایران. مثلا همین از خانم امیرشاهی، منتقدان میگن اینکه شما سپاه رو مافیا بنامید، یعنی که کل اقتصاد مملکت رو به نوعی مافیایی مینامید، برای اینکه اقتصاد مملکت به نوعی پیچیده در سپاه. سپاه شرکت‌های متعددی داره که بسیار از کالای و میگن که دلیلش هم این نبوده که حالا سپاه میخواسته همه چی رو قبضه کنه. اون منتقدان میگن دلیلش این بوده که ایران سالهای متمادی تحریم رو تجربه کرده و راهی به جز چرخش به داخل نبوده، سپاه اومده و بعضی از خلأهای موجود رو پر کرده. ولی واقعیت این هستش که نه تنها در این دولت، که در دولت‌های پیشین، در دولت آقای خاتمی، در دولت حتی آقای احمدی نژاد که سپاه رو برادران قاچاقچی توصیف کرد، در دولت آقای روحانی که به خصوص دولت اولش که تلاش زیادی کرد که بخواد سپاه رو در واقع محدود بکنه به اینکه در چارچوب یک سری قوانین و شفاف عمل بکنن، در نهایت هیچ کدوم اینها نتونستن کار به جایی ببرن.
ببرن، به دلیل اینکه سپاه دست بالا رو داره، قدرت در اختیارش، از راندهای ثروت و امنیتی برخوردار هستش و این دولت‌ها در جمهوری اسلامی نتونستند که با سپاه و با نهادهای دیگری مثلا آستان قدس رضوی، مثل کمیته امداد، مثلا ستاد اجرای فرمان امام، که همه اینها نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت هستند و در واقع نفوذ بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارن، نتونستن با اونها مقابله بکنن و پیوستن به یک چنین کنوانسیون هایی شفافیتی چه بسا ایجاد میکنه که باعث میشه که دست کم این گروه ها حالا یا اینکه فعالیتشون رو محدود بکنن یا اینکه به هر حال ناچار بشن بخشی از این امکانات و ثروت و قدرتی که دارن رو واگذار بکنن. به نظر میاد اونچه که از صحبت های مقامات دولتی برمیاد این هستش که بخشی از تلاش هاشون در همین حوزه هستش، کما اینکه آقای روحانی هم در یک از سخنرانی هاش چند پیش اعلام کرده بود که به هر حال شبکه های بانکی در ایران دچار مشکل هستن، بخشی از مشکلات از همین ناحیه هستش و باید بتونن که خودشون رو با مصوبات و مقررات بین المللی هماهنگ بکنن. در غیر این صورت هیچ راهی نیست، نمیشه جلوی گم شدن پول ها، فساد های گسترده و راند های اقتصادی گسترده نهادهای قدرت در ایران گرفت. آقای شلسدی، به هر حال ایران تا هفته آینده بیشتر فرصت نداره برای تصویب این که میخواد به این کنوانسیون بپیونده یا نه، حداقل اون مهلت تموم میشه. قدم بعدی چه خواهد بود؟ وقتی مهلت تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ در واقع تعلیق ایران در لیست سیاه FATF برطرف میشه و ایران به صورت بلافاصله این اتفاق میفته؟ ممکنه زمان ببره ولی زمان زیادی نخواهد بود، به نظر من بسیار کوتاه خواهد بود و ایران وقت زیادی نخواهد داشت. فکر میکنم بسیار سریع این اتفاق بیفته و کما اینکه اثر بودن توی لیست حتی به حالت تعلیق شده هم سایش روی روابط ایرانی ها و ایران با بانک های خارجی و مؤسسات مالی خارجی تا الان بوده و از این به بعد فکر میکنم بسیار این قضیه پررنگتر بشه و تجارت توسط ایرانی ها و ایران بسیار پیچیده تر و سخت تر بشه. آقای مزروی، شما به حال در سیاست ایران سابقه طولانی دارید، کار کردید داخل همین سیستم، با توجه به شناخت، یعنی در واقع نگاه روانشناسانه‌ای که داریم به رأس هرم قدرت، به بازیگران قدرت در ایران، فکر میکنید که این پرونده به کدوم سمت میره؟ آیا ممکن هست که تا هفته آینده تغییر عمده‌ای ببینیم؟ ببینید، پیشبینی برای اینکه این پرونده و این وضعیت به کدام سمت میره بسیار مشکل هست، برای اینکه به هر حال ایران یک طرف این بازی هست و طرف‌های دیگر این بازی به هر حال تصمیم گیرنده هایی هستند که در عرصه جهانی تأثیرگذار هستند. نه، من به طور مشخص همین قضیه FATF رو میپرسم. به هر حال وضعیت اقتصادی مملکت خیلی خراب هست، به هر حال وضعیت ارز، دلار، طلا، خیلی اوضاع خراب هست. به نظر شما آیا این به اون نقطه رسیده که بیان بگن که اوکی، یه بار دیگه یه مرمش قهرمانانه دیگه؟ البته با شناختی که من دارم وضعیت اقتصاد ایران به این خرابی که تصور میشه و گفته میشه نیست. ایران امکانات و منابعی داره که در واقع میتونه درست به کار بگیره و من فکر نمیکنم که دست ایران خالی باشه. این رو میشه جدا بحث کرد. بله. ولی پاسخ روشن به سوال شما، من فکر میکنم بستگی به مذاکراتی داره که بین ایران و به خصوص کشورهای اروپایی در جریان هست و همینطور در واقع میشود گفت به نوعی گفتگوهای غیر مستقیمی که بین ایران و امریکا داره صورت میگیره. به هر حال من فکر میکنم که این یک جریان چند طرفه هست و طبعا تو این رفت و برگشت ها میتوند وضعیت به گونه پیش بره که ایران حاضر باشه خودش رو با این استانداردهای بین المللی که گفتم هم منافعی دارد و هم محدودیت هایی تطبیق بده، یا اینکه به طور کلی ناامید بشه و خب رو همین خط مقاومتی که ترسیم کردن بخواد ایستادگی بکنه و طبعا اون موقع باز فضای حالا منطقه‌ای و بین المللی به چه سمت خواهد رفت نمیشه پیش بینی کرد. و خانم امیرشاهی، نظر شما چیه؟
فکر میکنم همعقیده هستم آقای مزروی. حتی به نظر میاد که این موضوع به اندازه پیچیده هستش که مقامات در ایران هم نمیدونن سرنوشتش چی میشه، به دلیل اینکه همین امروز تو با آقای لاریجانی رئیس مجلس یک مصاحبه داشت و گفته بود که ما باید بریم با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای ملاقات کنیم و ببینیم که دقیقاً منظورشون چی بوده، صحبت ایشون رو کامل ارزیابی بکنیم. یعنی به نظر میاد که حتی مجلس و دولت هم نمیدونند که چه تصمیم گیری قراره در این حوزه انجام بشه، چه سیاستی رو پی بگیرن، در این حال که به هر حال عرصه سیاسی عرصه قابل پیشبینی نیست. ایران هم در شرایطی نیست که حالا خیلی به دلایل مختلف خیلی دست بالا رو داشته باشه، ناچاره که یک سری امتیازهایی بده و یک سری امتیازهایی هم حالا در به اندازه وسعش بگیره. بستگی داره به اینکه مذاکرات چطور پیش میره و چطور و آقای حسین فر، به نظر شما یا غربی ها کشورهای اروپایی به خصوص هنوز تا همون حدی که در آغاز خروج آمریکا از برجام میخواستند برجام رو حفظ بکنند سر حرفشون هستن؟ نه، به نظر نمیاد. همونطور که گفته شد لحاظ سیاسی ممکنه همچنان حرفایی بزنن، گرچه خب تحلیلات خودشون هم میکنن که باید ایران راجبه اگر میخواد که موضعی ما رو در برابر دولت ترامپ قوی بکنه باید در عرصه مسائل منطقه‌ای مسائل موشکیش بیاد در حاضر به مذاکره بشه، ولی به نظر میاد که نهایتاً یه بخشی از این تصمیم گیری برمیگرده به اون روزهای میشه گفت 24 تیر به بعد، یعنی از 24 تا 29 ماه آینده میلادی جون. خب میدونیم در پاریس اجلاس FATF اونجا خب بیشتر تصمیم میگیرن که حالا با این روی کرده ایران و اینکه خب به قول خودش عمل نکرده ما چه بکنیم. شاید اونجا اروپایی ها بگن با توجه به اینکه خب حواسشون هست که معادلات داخل ایران و اینکه کدام جناح رو باید تقویت بکنن یا همه عرصه رو مثلا تندرو و برگزار نکنن، اونجا که تصمیمات به اصطلاح میان بردی بگیرن و تصمیماتی که نسیج به سوز نکباب که همچنان آن دیست سیاه ایران برنگرده، ولی فشار و به اصطلاح اینی که باید هرچه سریعتر اقدام بکنن رو بیش از پیش روبروش بزنن. ممنونم از همه شما، حبیب حسینی فر، علی مزرویی، فرنوش امیرشاهی و محمد جواد شعله سعدی، متشکرم که در این برنامه با ما شرکت کردید. این بود صفحه دوی آخر این هفته. برنامه ما برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شما هست، bbcpersian.com/2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه به همراه لینک پادکست برنامه در نشانه توییتری ما @bbcpage2 منتشر خواهد شد. همینطور روی facebook.com/bbcpage2 میتونید برنامه رو ببینید. اونجا میتونید نظراتتون رو هم برای ما بفرستید. همینطور آرشیو برنامه در فیسبوک ما هست. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش. We'll be right back.